سلام، صبح شما بخیر. صبح بینده هایی که بینده صبح زندگی هستن بخیر. تمنا میکنم که جور صحتمند باشین با جمع از همکاران ما بکی برنامه مقدار به شما برنامه خوش. تشکر، سلامت باشین. شنونده های عزیز سلام بر شما. شما شنونده 93.5 یوران اف ام هستین. صبح بخیر هموطن نمیشنوین و امید که صحتمند سر حال باشین. سلام به خودت تیلا جان. ان شاء الله چند روزه که باقی مانده از رمضان به خوبی خوشی و حوصله مندی سپری شوه. بازم ما دوستای عزیز امروز مهمان داریم به برنامه خود، ان شاء الله که امکانش باشه تا آخر برنامه ما رو همراهی بکنین با ما باشین. بله، امروز افتخار آفرینا با ما هستن. بله. ورزشکارا را با خود داریم. ما خیلی خرسند شدیم دی صبح. بله، معرفی میکنم آقای علیشا محمدی رئیس فدراسیون قوت رمی. بله. و همچنین خانم بانو فاطمه جعفری عضو تیم ملی فدراسیون قوت رمی با ما هستن. خوش آمدین، صبحتان بخیر. تشکر، زنده باشین. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و تمام بیننده ها و شنونده عزیز تلویزیون آریانا. امیدوارم یک صبح خوب خوش را آغاز کرده باشیم. بله. سلام بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما بیندگان برنامه شما، امیدوارم که صبح خوبی خوش را آغاز کرده باشه و تئاتر باتاشون هم قبول حق باشه. و همچنان شنوندای 93.5 بزرگترین فمستیشن در افغانستان که در 10 ولایات میشنوند برنامه را و شما فعلا مهمان رادیو هستین. بله، www.aryana.fm وبسایت ما هست. آریانا اف ام 93.5 صفحه فیسبوک ماست. میتونین لایک بکنین، ویدیو تصاویر میتونین دنبال بکنین با ما. بله، خوش اومدین. خوشحال هستیم امروز با شما هستیم. در قدم نخست تبریک میگیم دستاوردی که شما در مسابقات داشتین. میشه در رابطه با این ورزش قوت رمی با شنونده های ما کمک معلومات شریک بسازین؟ چگونه یک ورزش است؟ ورزش قوت رمی یک ورزش رزمی هست که از کشور لبنان است، توسط دکتر ولید قصاص متخصص ورزش های رزمی در سال 1980 بنیانگذاری شد که از لبنان فعلا با بیش از 75 کشور در جهان این ورزش فعلا فعالیت داره و فدراسیون های مستقل در این 75 کشور فدراسیون های مستقل داره، از جمله افغانستان اشتراک داره و ما خود میره در سال 1390 در افغانستان آوردم و بنیانگذاری کردیم و فعالیت های خود آغاز کردیم در مرکز و ولایات و بعد از فعالیت هایی که ما گسترده شد پیشنهاد کردیم بر ریاست عمومی تربیت بدنی که این ورزش باید در چارچوب تربیت بدنی به عنوان یک فدراسیون مستقل ایجاد شود. بله. خوشبختانه اونا کادر فنیشان بررسی هایی که داشتن اونا انجام دادن و قناعتشان حاصل شدن و این ورزش را اونا به عنوان یک فدراسیون مستقل در چارچوب ریاست عمومی پذیرفتن و پیشنهاد کردن به مقام محترم عالی ریاست جمهوری که خوشبختانه در سال 1390 92 ای از طرف مقام عالی ریاست جمهوری منظور شد و ما رسما فعالیت خود را در چوکات تربیت بدنی آغاز کردیم و دو دوره ما مسابقات تیم های ملی بخش های اوناس و ذکور خود را برگزار کردیم و دور اول ما بود که در مسابقات آسیایی که در کشور لبنان برگزار شده بود ورزشکارای ما 9 نفر یک تیم 9 نفری ما در اونجا اشتراک کردیم که 6 تا ورزشکار بودن، 4 تا از ورزشکارا بخش و ذکر بودن و دو تا از ورزشکارا بخش اوناس بودن. خوشبختانه از این رویداد که 30 کشور در این مسابقه در این رویداد حضور داشتند، افغانستان 7 مدال که 2 طلا، 2 نقره و 3 برنز را برای افغانستان، برای ملت افغانستان کسب کرد. نام خدا، نام خدا. ولی بازم در این مسابقات یعنی خانم ها یا دختر خانم ها کم رنگ بوده که یعنی تعدادشان کم بوده، ولی ان شاء الله روز به روز بخیر اینا هم مساویانه با برادرای خود یک جبران اشتراک بکنن به مسابقات. از بانو جعفری بپرسیم. بله. از کجا آغاز کردین؟ چگونه تونستین به تیم ملی را پیدا بکنین؟ چطور علاقه مندی پیدا کردی که به ورزش بری؟ فاطمه شیرین تشکر، سلامت باشین. انگیزه هر ورزشکار گفتن اول بخیر یک مدال آور یا قهرمان باشه. بله. اما از کجا شروع میشه؟ میگه که من که وقتی شروع میکنم ورزش ما باید فلانی رو بزنم. آه. از این شروع میشه. اما داخل ورزش شده آنچنان فکر میکنیم نه، ورزش آنچنان نبوده که ما فکر میکردیم، یعنی فقط زدن خوردن باشه. اما تا جایی که ما فکر میکنیم ورزشکار رویداد و خود ورزشکار میتونه یک پیام صلح داشته باشه. بله، جامعه. بله، بله. ما پس گفتم میتونیم، من خودم مدت 4 سال میشه قوت رمی کار میکنم که عضو تیم ملی قوت رمی هستم و
مسابقاتی که پیش رو داشتیم قبلا که مسابقات دادیم کشور لبنان که 30 کشور اشتراک داشتن و از جمله تونستیم مدال برنز به کشور ما کسب کنیم. نام خدا تبریک باشه. تشکر، زنده باشه. دیگه هم دخترها با شما اشتراک داشتن از افغانستان؟ بله، فاطمه کریمی یکی از مدال آور ما، یکی از خواهرای ما که تونست مقام دوم به افغانستان کسب کنه. ماشاءالله. زمانی که شما اشتراک کردین و مسابقات، امید از ایره داشتین که مقام سومی یا دومی را کسب بکنین؟ تشکر. وقتی که یک ورزشکار آمادگی میگیره به خاطر مسابقات، یعنی به خاطر کشورش هم شده، یعنی حداقل به خاطر همه احساس یا انگیزه ای که به خاطر مسابقه داره تلاش خدا میکنه. مسابقه برد و باخت داره، گفتن همتون همیشه ما میبریم. بله. پس گفتم میتونیم که ورزشکاری که واقعا زحمت کشه باشه دستاورد حتما میداشته باشه. پس ما زحمت خود کشته بودیم، از که از جمله تونستیم 4 فایت کنیم که 3 فایت شبردم، حریف چهارم رو واگذار کردم، تونستم مقام سوم رو افغانستان کسب کنم. حریف چهارمی از کجا بود؟ لبنان. لبنانی بود. کدام کشور که حریف از کدام کشور باشه که شما میتونین با جرأت مقابلش استاد شوین؟ دمی افغانستان وقتی به شما اول دادم ایشه که مثلا رقیب شما از فلانه کشور است، کدام کشور مثلا راحت تر است بر شما؟ گفتن همینطور، یعنی هر ورزشکار برای خودش آمادگی خاص داره. یعنی حریف نیست که از کدام کشور باشه، مهم نیست. یعنی ما وقت ورزشکارا گفتن همینطور ما حتما میبریم. پس هر ورزشکار زحمت خود میکشه، یعنی تلاش خود میکنه که به خاطر کشورش. بله. به خاطر ملتش. یک مسئله شد، کسایی که مقابل میشن با شما خبر میشن که نه رقیب ما از افغانستان است، چقدر خوش شوند که افغانستان یک کشوری است که خیلی عقب مانده، جنگ زده، شاید ما بتونیم ببریم. نه زمانی که در این میان میبینن قوت و توانایی که چقدر افغانا شهامت دارن. دقیقاً خانوما باشه یا آقایان باشن، میگه که امو یک مثل از چی سهیل جان میگه، اگر ندانی چطور غیرت افغانی هم گر به میدان بیای باز میدانی. بله، امو تو یک افق است. انشالله موفق باشن همه افغانای ما در سراسر جهان و معلوم دار است که در همه جهان از شجاعتشان معلوم دار است. خب چی کارا کردین تا بالا به فدراسیون و چی کارایی روی دست است بخیر، بخصوص به طبقه اوناس که اینا سفرها داشته باشن، مسابقات داشته باشن، پیشرفت داشته باشن؟ انشاءالله اگر سن فدراسیون ما نو تاسیس است، بله، همون مشکلات های خود می داشته باشه. و ما فعلا الحمدلله هزار بار شکر ما 50 کلاب ورزشی از بخش زکرون است در شهر کابل فعالیت داره و 17 ولایت فعلا نمایندگی رسمی ما داریم. که انشاءالله ما پلانای خیلی بزرگ را داریم. انشاءالله در آینده نزدیک ما مسابقات تیم ملی که هر ساله باید تیم ملی مسابقات چی از بخش اوناس زکر برگزار شود، این را روی دست داریم انشاءالله. و یک مسابقات دیگه هم ما مسابقات جهانی ماست در کشور آلمان است که انشاءالله بتونیم ورزشکارا را با کمک و همکاری ریاست عمومی تربیت بدنی. بلی. که واقعا از مدیریت خوب و از رهبری خوبی برخوردار فعلا جناب آقای خیری. بلی. در رأس اداره تربیت بدنی قرار داره و آدمی با درایت، یک آدم کار آگاه هستن، پرکار هستن، تلاش دارن. ما فعلا راضی هستیم. بله، همون سلسله مراتب به شکل اساسی و اصولی خود پیش میره. بله، و ان شاء الله که با کمک همکاری اونا بتونیم ورزشکارا رو در مسابقات جهانی ببریم. یک خوش خبری دیگه سهیل جان که نه، شما گپای خوب و راضی هستین از آقای خیری. خیری بله. و عموما کسایی که مثلا شکایت بکنن، شکوا بکنن که کار نمیکنه و همه پولام یک گم میشه، باز آدم خیلی رنج میبره، ولی امروز خوشبختانه که مدلا رو میبینیم، خوشبختانه فاطمه جان رو میبینیم که اشتراک کردن و اینا مقام دوم سوم از آن خود کردن، خیلی خرسند هستیم. بله، سلامت باشید. و همچنین بیننده ها و شنونده های عزیز شبکه جهانی آریانا، دهمین جشنواره بزرگ موسیقی را در شب های عید از آریانا فراموش نکنید. بله. ساعت 8:30 شب پخش میشه، 4 شب عید میتونین دنبال بکنین، بیننده آن باشین و همچنین ساعت 10 شب از رادیو آریانا شنونده آن باشین روی موج 3.5 همین موج میتونین دنبال بکنین. بزرگترین برنامه موسیقی هست، هنرمندای بله. بزرگ ما زیر یک چتر آمدن. بله. تانستن که زحمات یک سالی خود در اونجا به دست بیارن، اوارد بگیرن و همچنین تشویق شوند و کسایی که در کاتگوری ها آهنگایشان قرار گرفته بودن همگی زحمت کشیدند و زحمت یک سالیشان را بررسی بله. کردن و تونستن که بعضی کسایشان مقام بگیرن و بعضی کسایشان هم حداقل تونستن اشتراک بکنن. بله. به مکاتبه ان شاء الله و هر آوازخانی که اینا دوست دارن و برش رأی دادن دیگه شب‌های عید فراموش نکنن. بله. شبی است که ببینن که رأیشان چقدر کار کرده و چقدر آوازخانی که دوست دارن بله. آهنگایش زنده ببینن و بشنون
من بخصوص از 93.5 بزرگترین فرمستیشن همچنان فراموش نکنین که شنونده بزرگترین جشنواره موسیقی باشن که ساعت 10 از آریانا اف ام نشون میشه و ساعت 8:30 از تلویزیون. بله که پس میم طرف میمانا اگر شما علاقمند هستین میتونین ببینین بزرگترین برنامه موسیقی هست ان شاء الله. چلو با فاطمه جعفری اگر بپرسیم باز هم شما زمانی که علاقمندی ورزش شدین آگاهی کامل از ورزش داشتین که چگونه یک ورزش است، آیا میتونم با این موفق باشم یا نه؟ وقتی که یک ورزشکار میخواد یک ورزش پیش رو داشته باشه حتما یک کمی به خاطر خودشم شده معلومات جمع آوری میکنه، استادش کیسه، چه قسم یک ورزش است، آیا من پیش بردم میتونم یا نه. اما گفتن نمیتونیم، این ورزش ثقیل است، فقط برای آقایان است. درست خانم‌ها میگه یک جنس لطیف است، اما با تلاش و زحمات خودشم میشه این ورزش پیش برد. نمو گپ است، نه انسان میگه خود سخت بگیر از سنگ سخت‌تر است. اگر زمانی که نازک خود بندارمون از گل که در نازک‌تر است. از شما بپرسیم کسایی که میخواین راه پیدا بکنن به تیم ملی فدراسیون چگونه میتونن، کدام راه ها را باید اینا بیش ببرن، چگونه مثلا راه پیدا بکنن؟ سن سالشان مهم است، چی ویژگی ها را داشته باشن؟ میشه که سهیل هم اشتراک بکنه به ورزش؟ ورزشکارهای ما در سه کاتگوری مسابقات برگزار میکنیم، یعنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان. که نوجوانانش از سن 8 الی 13 هسته و از 14 الی 17، از 17 الی 37 سال باید داشته باشن. طبقه ذکور اوناست. بله. و ما دو بخش داریم، یک بخش لایت داریم، یک بخش فول داریم. که بیشتر برای سنین زیر 18 سال بخش لایت کار میکنن، در مسابقات جهانی باشه، مسابقات آسیایی به داخلی باشه. کسایی که میخواد به تیم ملی راه پیدا بکنه، اینا باید اول در هر ولایت اینا باید مسابقات ولایتی خود برگزار کنه و یک تیم از هر ولایت انتخاب شوه، کابل هم به شکل و این تیمای انتخاب شده ولایت دعوت میشه به مرکز. وقتی اینا به مرکز اومدن بین هم رقابت میکنه که در هر کاتگوری مثلا سنی یا مثلا وزنی 4 نفر اینا و 30 نفر یا 40 نفر اینا انتخاب میشن که 40 نفر در تیم جوانان، 40 نفر در تیم نوجوانان، 40 نفر هم در تیم بزرگسالان. بخش ذکور اوناست. تشکر بسیار زیاد آقای علیشا محمدی، رئیس فدراسیون قوات رمی، به خاطر اشتراکتون امروز به برنامه ما. چون آقای عفیزالله محمدی را هم خود داشتیم در برنامه، در ادامه از تیم ملی پسران با اونا هم صحبت‌های را خود داشتیم. بسیار زیاد خوش آمدین، خوشحال شدیم در رابطه با این فدراسیون معلومات دادین، در رابطه با این ورزش صحبت‌ها را داشتیم. ان شاءالله با کارایتان و خیلی خرسند هستیم که همچو علمایی داشته باشیم، کسایی داشته باشیم که واقعا کار بکنن به افغانستان و در سی ورزش باشه، هر ورزشی که باشه. خوشحال شدیم، شما کامیاب باشید. تشکر، زنده باشید. برنامه شما، لطف شما هستن که ورزشکارا را رشد میتین و بخشای برنامه‌های شما انعکاس میدین. تشکر باشید رئیس محترم. با بانو جعفری هستیم. بله، میشه در رابطه با مدال صحبت ها داشته باشیم؟ بله، من همینجا مدال دیدم، دلم بسیار میتپه که پرسان کنم این مدال امی باز لنگه. از افیزولا بپرسیم در رابطه با مدال هایش، میشه از شما بپرسیم؟ این مدالی بود که مسابقات آسیای لبنان که 30 کشور شرکت داشتن که از جمله 20 کشور فایترهای خود آورده بودن و 10 کشور که فقط نماینده ها شرکت داشتن. یتنرسیم همین مدال از برانزی که از لبنان گرفته بودیم. بله، امین بار که شما سفر داشتین. بله بله، بسیار خوب. و انشالله روز باشه که مدال طلا است. بله، برنز است اینا. نه نه، مدال طلا را بخیر به دست بیارن. انشالله تلاش خدا میکنیم. ما هم به می آرزو هستیم. همیشه دعای مردم افغانستان با شما هست و همیشه دعا میکنن زمانی که ورزشکارای ما میرن به یک مسابقه اشتراک میکنن، همه مردم افغانستان با یک صدا تشویق میکنن، همیشه خوشحال میشن. خب میمون بعدی ما هم حسن، آقای عفیزالله محمدی. بله، عفیز جان خوش آمدید میگیم. خیلی خوش آمدین. به نام خداوند بخشنده مهربان، تشکر از شما. سلام خدمت شما تمام بینندگان عزیز، امید است که صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشم. خوشحال هستیم امروز شما را داریم به برنامه. خوش آمدین. شما کسایی هستین که دستاورد میارین به افغانستان، بیرق افغانستان همیشه در جهان به اعتزاز در میارین. خوشحال هستیم امروز با شما هستیم. میشه در رابطه به خود کم معلومات بدین به شنونده ها، از کجا شروع کردین؟ بسیار تشکر. حافظ الله محمدی، عضو تیم ملی فدراسیون قوات رمی افغانستان. مدت 4 سال است که ما عضویت تیم ملی فدراسیون قوات رمی افغانستان دارم. و دیگه سال چند مسابقه داشتین، کجا شرکت کردین، مسابقه های بین المللی بود یا نبود؟ مسابقات داخلی زیاتر اشتراک کردیم، اولین مسابقات فدراسیون ملی قوات رمی در کشور لبنان بود که خوشبختانه با دو سپور برگشتیم.
بسیار خوب. مقام چندم گرفتین؟ ما خودم در دو رشته فایت کردم، یکی در بخش آماتور، یکی در بخش حرفه‌ای که سر کمربند بود. مقام اول از اون. بسیار خوب. نام خدا. این مدالام مربوط شما میشه. بله. میشه این مدالا طلا است؟ بله بله. ها بسیار خوب. میشه در رابطه با این مدال و شنونده های ما معلومات بتین نیره از کجا گرفتین، از کدام مسابقه؟ این مسابقات 12 تا 16 می در کشور لبنان شهر غازر بود که من خوشبختانه با شکست دادن عرفای خود تونست مقام اول از آن خود کنم. و مدال دیگه ای که بود و این چگونه مدال است؟ این مدال دومیم است که سر مسابقات سر کمربند بود که ماشاءالله واگذار کردم برای لبنانی خود و مدال گرفتم. عموما در مسابقات که اشتراک میکنین چند نفر میباشد؟ در مسابقات از چند کشور اشتراک میکنن و باز مقام اول دوم سوم مطرح میشه؟ تعریف ها زیاد است از کشورهای مختلف. این مسابقات که برگزار شده بود مسابقات اوپن آسیا بود که یک مسابقات آسیایی بود که بیشتر از 20 کشور اشتراک کرده بود. بله. که در کشور فقط نمایندگاش آمده بود و 20 کشور رسما هم فایترها شما بود. نام خدا. بس در بین این 20 نفر شما مقام اول گرفتین؟ دوازده ما 15 نفر بود که 4 فایت کردم در بخش آماتور. بسیار خوب. فاطمه جان شما با وجودی که ورزش کار میکنین دیگه چی مصروفیت ها دارین؟ فعلا که محصل هستم، پیش کامپیوتر ساینس درس میخونم. ورزش میدانم. بله. یک سوال در ذهن ما همیشه خطور کرده، جامعه ما یک جامعه سنتی است، بیشتر یعنی با دختر خانم ها اجازه داده نمیشه، فامیل ها اجازه نمیدن مثلا ورزش بکنن، با موسیقی رو بیارن، کمتر از این مسائل. چقدر مشکلات شما داشتین در اوایل و کسایی که اجازه را نمیده، دختر خانم های کلاقمند هستن، شاید بتونن دستاورد بیارن به افغانستان، چی گفتنی دارین؟ وقتی که یک دختر خانم از خانه بیرون میشه تا مکانی که جایش یا درس یا کلاب یا دفتری که میخواد، هزاران چشم طرفش هست، هزاران گپ پشت سرش هست. اما دختر خانم ها چی بهتر میشه که با شهامتی که دارن بتونن از خود یک دلیل نشون بدن. یعنی مشکل ما افغانا داریم که تو پس ماندیم، دقیقاً پیشرفت نداریم اصلا و گپای تاوبالای ما زیاد. مثلا یعنی راز موفقیت در کجا بوده؟ شما ادامه دارین، چگونه ادامه دادین با این مشکلات؟ وقتی که میگم یک خانم یک خانم ام صدای نهفته، مثلا صدای در وجود، اما صدای نهفته صدایی که دارن اون نهفته است، اما کسی نیست که از او بازخواست کنه. بله. بپرسه که شما چی دردی دارین. به خاطر هم هست که ما پسمان شدیم. چرا ما از کشورهای دیگه، این کشورهای دیگه خانماش واقعا پیشرفت کرده، اما خانمای افغانستان با این شهامتی که دارن تانستن به کتگوری خود یعنی برسانن. اما برمیگرده سر خودم، واقعا حمایت کننده خودم، فامیلم بودیم و دوستایم، هموطنان عزیزم. دقیقا گفتم میتونیم که همین دوستا و فامیلا هموطنان ما همین تشویقش بوده که ما در این ارسال رسیدیم. من از این خاطر سوال بپرسان کردم، بزرگترین فمستشن است رادیو ما در نقاط مختلف افغانستان. بله. در اولسوالی ها دور دست میشنوند، من دختر خانم هایی میشنوند که کار میکنند در خانه، شاید علاقمندی و ورزش داشته باشند. یک گلگو برشان باشین که از کجا شروع کردیم؟ آرزو دارن که ورزش کار شوند یا مثلا وظیفه داشته باشند و خود برسانند به یک جایی، ولی اونا رو فامیل هایشان اجازه نمیتونن. پس ما یک خواهش از فامیل داریم، دختر خانم های خود اجازه بده دوش به دوش برادرای خود همگام باشن. میتونن چیزی که برادرای ما باشه ما حتما هستیم، یعنی ما هیچ کمی از برادرای خود نداریم. پس چه خوب میشه که ما مثل برادرای خود همدوش با برادرای خود کار بکنیم و فعالیت خود نشان بدیم، اما لیاقتی که داریم به جامعه نشان بدیم. آقای محمدی، ورزش قوت رمی چقدر تمرین نیاز داره؟ چقدر قوت باید داشته باشی؟ چی وقتا باید تمرین بکنیم؟ بسیار تشکر. همینطور که از نامش پیداست، قوت رمی، قوت یعنی به معنای نیرو، توانایی باشه. همینطور باید یک ورزش است که فیزیک زیادتر کار داره، تمرین بیشتر کار داره، پشت کار و روزانه شما چند ساعت تمرین میکنین؟ ما تقریبا 3 ساعت 4 ساعت الان رمضان است تمرین داریم. تمرین داریم ولی کمتر. و شما در چند مسابقه اشتراک کردین تا باله؟ مسابقات داخلی زیاد بوده، خارجی فقط فدراسیون ملی قوات رمی بار اولش بود که در فدراسیون در کشور لبنان مسابقه را. بله. زمانی که در یک مسابقه بین المللی اشتراک میکنین، میرین داخل رنگ، چه احساس می داشته باشین؟ آیا برنده میشم نمیشم؟ استرس گپو هست؟ استرس نیست، و در اونجا میره که کشورهای مختلف اشتراک کرده و بیرق های مختلف است، حتما یک احساس برات پیدا میشه که یک غرور افغانی
که باید با دیسپور برگردیم در کشور. بله، با همین هدف تلاش بیشتر میکنیم که باید ما یک چیز بتانیم از اینجا ببریم به افغانستان. بله بسیار خوب، آرزوی موفقیت بر شما داریم انشالله و مسابقات بعدی هم همین گونه باشه و بار بار مهمان ما شوین با مدالای طلا و با قهرمانی انشالله. بیان که از فاطمه جان پرسان بکنیم. فاطمه جان، خودت وقتی که به کشورهای خارجی و اولین سفرت بود، از این بعد بخیر سفر داشته باشی، چی آرزو داری، چی تقاضا داری بخصوص از حکومت افغانستان در عرصه ورزشکارای خانما، دختر خانما، چی کارهایی را باید انجام بتن که تا بتانیم واقعا در سطح جهان بخصوص این ورزش که شما پیشه گرفتین کامیاب باشه، سرفراز باشه و همیشه مدال بیارن؟ دقیقا از ریاست تربیت بدنی خواهش میکنیم که سیاه‌سفید بین ورزشکارهایشان نبینه، همینطور که ما هستیم دیگه ورزشکارا مثلا چیزی که ما تلاش میکنیم ورزشکارای دیگه یعنی سیاه‌سفید میبینن بین ورزشکارا. منظورم طبقه زکورونا است. پس گفتم میتونیم که وقتی که ما اشتراک میکنیم در مسابقات تنها به نام فاطمه جعفری یاد میشیم، به نام افغانستان یاد میشیم. پس چه خوب است که همین ورزشکار است که بیرق افغانستان رو به تمام جهانیان نشان میده. از مردم چقدر راضی هستین؟ چقدر تونستن تشویق بکنن؟ گفتنم تون در کل همه مردم ما رو تشویق میکنه. بعضی از حرفایم هست که شاید ما رو بکوبونه زمین، اما اکثریت گفتنم تون بعضی از هموطن واقعا ما رو تشویق کرده، حتی انگیزه ایر گرفتیم که باید بهتر از این هستیم، بهترتر از این باشیم انشالله. یک سوال، چرا یک تکواندو کور نشدین شما؟ آمدین قوت را امیر انتخاب کردین؟ خب بین ورزش های رزمی کدام فرق وجود نداره؟ فرق وجود داره، اما ورزش قوت رمی یک ورزشی که یعنی همه دست و پا و پرتاب اینا، یعنی یک ورزش از مکمل. خب علاقمندی داشتی بالاخره، علاقمندی پیدا کردی و به این ورزش تقریبا قبل از قوت رمی یک ورزش های رسمی دیگر هم انجام دادم. و بازم به دوستای خود میگیم که دهمین جشنواره موسیقی، بزرگترین جشنواره را از طریق تلویزیون شبهای عید فراموش نکنن، ساعت 8:30 و از رادیو آریانا بزرگترین اینفورمیشن ساعت 10 فراموش نکنن. انشالله شنونده باشن و بیننده همچنان. بله، بزرگترین جشنواره موسیقی در سطح افغانستان هست و در این جشنواره در زیر یک چتر تمامی هنرمندا از جوانا گرفته تا هنرمندایی که چندین سال در موسیقی افغانستان خدمت کردن، کار کردن، اینجا هستن، قضاوت میکنند و کسایی که زحمت میکشن در عرصه موسیقی یک سال زحمت هایشان در اونجا میاین و اوارد میگیرن. بله. و آهنگاشون انتخاب میشه. بله، خیلی آدم بفهمه که کی مقام اول گرفت، کدام شعر، کدام آهنگ، کدام کمپوز. بله. بسیار یک برنامه دیدنی و جالب است. به نظر من این برنامه میتونه به آوازخوانا یک قوت برش ببخشه که کسایی که مثلا نمیتونن اوارد بگیرن سال بعدی کلیپ های مقبولتر، زیباتر جور بکنن که بتونن را پیدا بکنن. یک مسابقه واره ها بتانند، هر کس کوشش خود میکنه. امین گونه که این ورزشکارای ما میرن به یک مسابقه مدال میارن، امی هنرمندا مثلا کوشش میکنن که یک دستاورد داشته باشن. بله. و هر کسی که یک کار در دنیا میکنه، کار خوب و کار نیک، بله، پس آرزوی ازیر داره که باید ازش توصیف شوه، ازش تقدیر شوه. پس بیننده بزرگترین جشنواره موسیقی آریانا در روز و شبهای عید باشین، ساعت 8:30 از تلویزیون آریانا و ساعت 10 شب از 93.5 آریانا FM شنونده این برنامه باشین. خوشحال هستیم شما را داریم. امروز زمانی که ما در مقابل ورزشکارا قرار میگیریم، خیلی احساس میکنیم که شما کسایی هستین میرین بیرق افغانستان به اعتزاز در میارین در کشورهای خارج و ما را افتخار میبخشین، بخصوص افغانستان عزیزه. به سطح جهان افغانستان شما معرفی میکنین به نام نیک. تشکر، لطف شماست، مهربانی شماست.